مسئولین اهواز الان من تمام خیابونا از کمپولو تا اینجا رفتم، همه پر آب، همه با زن و بچه ماشیناشو خاموش کرده بود، از بس ماشینامونم با کیفیت. خدا از سرتون نگذره مسئولین اهواز، خدا از سرتون نگذره، نفرین مردم رو سرتون شد، رو سر خودتون، هر کس و کارتون که اینطور مردم اهواز رو بدبخت کرد. تمام این خیابونا پر آبه، تمام ماشینای مردم از بین رفته، خودشون فرسوده شدن، خود مردم فرسوده شدن، یا مریضی ریه یا مریضی کلیه از این آب و هوا. دائم هوا غبارآلود، معلوم نیست چی تو هوا پخش کرد. بعدم به شهرداری میگه، شهرداری میگه مال آبفاز، آبفا میگه تقصیر شهرداریه. خدا از سر دوتاتون نگذر. کار تبلیغاتی کردن که بیای آسفالت درست کنی، این فقط نشون دادن اسم خودتون رو تبلیغ کردنه. چرا لای روبی رو کامل نکردی؟ چرا برداشتین دو متر و نیم در دو متر و نیم خیابون رو برداشتین کندین دو متر و نیم در دو متر و نیم، بعد یه لوله 60 سانت گذاشتین داخل برای آب و فاضلا؟ خدا از سرتون نگذره که اینطور مردم رو بدبخت کرد. نگاه کن جوون مردم چطوری داره میاد، بچه ها خودتون هم همینطوری میرن تو خیابونا، یا بچه های خودتون همین ماشین ها سوار میشن پرای بدبختم. خیلی هاشو خاموش کردم یا الان جلو خاموش کردم. خدا از سرتون نگذره. من نمیدونم توی این مملکت اسلامی هیچ کسی نمیاد به این اهواز یه سر بزنه ببینه قضیه چیه، چرا اینا اینطوریه. پس این عوارضی که مردم میگیرن میان در مغازه هاشون رو بلوک میذارن، چرا؟ چون عوارض ندادن، پول نداشتن که عوارض بدن. اینا کجا میره؟ این پولا کجا میره؟ این که میگن این همه بودجه دادن به اهواز، این بودجه ها کجا رفت؟ کسی هیچ سازمان نظارتی نیست؟ یعنی خود بازرسی هم دستش تو کاسه است؟ با شهرداری آفا نگاه کن مردم چطوری، تمام ماشین های مردم داره از بین میره، این کلی هزینه است. خیلی افتاده بودم، ماشاءالله نیست خیابونامو خیلی سالمه، همه سوراخ سوراخ، خیلی ماشین ها افتاده بودن تو چاله. نگاه کن الان این ماشین چطوری میره تو چاله میاد. خیلی ها بول برین ماشین هاشو هست بگیم. نگاه کن ماشین یه روغه هست، نگاه کن چه بازش. حالا باز این یعنی خوبش، ماشین تا دم تا وسط قشنگ میشه گفت در آب داشت. اوه 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 به روغنی، حالا اینم حالا خاموش میکنم. اوه خفه شد، خدا لعنتتون کنه مسئولی، خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه، خدا از سرتون نگذره با این وضعی که تو اهواز به وجود آوردی، همه رو دارین فراری میدین. خدا لعنتتون کنه.